سلام به دوستای کانال خودآزمون. امروز در مورد کیت های تشخیص سریع صحبت می کنیم. کیت های تشخیص سریع کیت هایی هستند که در کمتر از 20 دقیقه می تونن یک عاملی رو تشخیص بدن. این عامل می تونه یک عامل بیماریزا باشه یا اینکه یک توکسین باشه، یک سمی باشه و یا اینکه ممکنه اصلا کاربرد پزشکی نباشه و در صنایع دیگه به کار گرفته بشه. از این کیت های تشخیص سریع پس در موارد بسیار زیادی داره الان استفاده میشه. نزدیکترین موردی که میتونیم الان مثال بزنیم و کاربرد اون رو ببینیم برای تشخیص سریع بیماری کرونا هست. بیماری کرونا خب روش های آزمایشگاهی داره که شاید بعدها در موردش ویدیویی ساختم و اونها رو بحث کردیم، ولی در بحث تشخیص سریع کرونا ما میتونیم آنتیژنی که مربوط به ویروس کرونا هست رو خیلی سریع تشخیص بدیم و کیت های مربوط به تشخیص سریع کرونا الان در بازار موجود هستند، در کشور ما هم موجود هست. نمونه داخلی اون رو فعلا نداریم، ولی به زودی این نمونه ها هم تهیه میشن. در کشورهای خارجی در حد چند دلار میتونید این کیت ها رو تهیه کنید و از اونها استفاده کنید. در ادامه ویدیو و یکم جلوتر یک کیت تشخیص سریع رو میارم، اجزای اون رو با هم بررسی میکنیم و میبینیم که از چه اجزایی تشکیل شده، چطوری کار میکنه و اصول کار کیت های تشخیص سریع چی هست و چرا انقدر ارزون تهیه میشن به نسبت روش های تشخیصی دیگهی که توی بازار وجود دارن. و ویژگی دیگهی که دارن این هستش که نیاز به کاربر متخصص ندارن. هر کسی میتونه از این کیت ها در محل کار خودش، در خونه خودش به راحتی استفاده کنه. یک کیت تشخیص سریع از اجزای مختلفی تشکیل شده. این اجزای مختلف کنار هم قرار میگیرن تا اون کاربری که ما نیاز داریم برای ما فراهم بشه. در ابتدای کیت پد نمونه قرار گرفته، در ادامه پد کنجوگه هستش که قرار گرفته، بعد از پد کنجوگه پد واکنش ما هستش و در نهایت هم پد جاذب قرار گرفته. یعنی هر کیت تشخیص سریع 4 تا پد مختلف داره. هر کدوم از این پدها جنس مخصوص به خودشون رو دارن و ویژگی های مخصوص به خودشون رو دارن. مهمترین پدی که در هر کیت تشخیص سریع به کار رفته پد واکنش هست. پد واکنش جاییه که واکنش آنتیبادی و آنتیژن اتفاق میفته. این پد از جنس نیتروسلولوزه و 2 تا خط داره و جایی هم که ما کیت رو تهیه میکنیم و واکنش رو میبینیم، یکی کیت تشخیص سریع تهیه کردیم، واکنش رو داریم میبینیم، 2 تا خط صورتی یا قرمز رنگ ایجاد میشه. اون چیزی که ما داریم میبینیم در واقع پد واکنش هستش که مشاهده میکنیم. پد نمونه معمولا جنسش از سلولوز هستش، مشابه کاغذ. پد جاذب آخرین پدی هست که روی کیت تشخیص سریع قرار گرفته و فقط کارش اینه که مایعات رو که اضافه اومدن و حرکت کردن تا این قسمت به خودش جذب کنه. پد کنجوگه معمولاً از جنس پلی استره و کارش اینه که آنتیبادی هایی که با نانو ذرات طلا کنجوگه شدن رو به خودش نگه داره. پد واکنش هم در موردش صحبت شد که جنسش از نیتروسلولوزه و محل قرارگیری آنتیبادی هایی که توی روی کاغذ فیکس شدن. اینجا من یک کیت تشخیص سریع حاملگی رو تهیه کردم که از برند مدیکور هست. مدیکور یکی از برندهایی هستش که وارداتیه و احتمالاً داخل کشور داره بسته‌بندی میشه. این کیت تشخیص سریع اجزایی داره که الان بررسی میکنیم. داخل کیت رو وقتی باز میکنیم میبینیم که فقط یه بسته‌بندی تک استریل داخلش هست. بسته‌بندی رو که باز کنیم داخل این بسته‌بندی چند تا جزء هست. یکی از این اجزا کیت تشخیص سریع مونه که از نوع کیت های کستی هست. کیت های کستی یه بسته‌بندی پلاستیکی دارن که روی اون اطلاعاتی درج شده. و
خب به همراه کیت یه پک یا بسته جاذب رطوبت هم هست که اینها معمولا سیلیکا ژلن و کمک میکنه که رطوبت داخل این پک کاهش پیدا کنه. خب اینجا هم یه پیپت خیلی کوچیک هست که نمونه رو از طریق این پیپت برمیداریم و روی محل سمپل میریزیم. این مجموعی هستش که داخل کیت بود و به همراه بسته بندی. روی کیت رو اگه نگاه کنید گزینه های سمپل، تست یا تی و کنترل درج شده. کیت رو باز میکنم تا ببینیم داخلش چه اجزایی هست و اطلاعات بیشتری در موردش پیدا کنیم. همونطوری که مشاهده میکنید در واقع داخلش یک نوار تشخیص سریع هست. این نوار تشخیص سریع همونطوری که عنوان شد اجزای مختلفی داره و هر کدوم از این اجزا کنار هم قرار گرفتن تا یک کیت تشخیص سریع کامل بشه. یک قسمتی از این بسته‌بندی توسط یک نوار چسب سبز رنگی چسب زده شده که زیر اون رو که حالا با دقت نگاه کنیم، فکر نمی‌کنم داخل دوربین مشخص باشه، خیلی خوب می‌بینیم که صورتی رنگه. این قسمت صورتی رنگ در این شات و این تصویر خیلی بهتر مشخصه. این قسمت صورتی رنگ همون قسمت پد کنجوگه هستش که آنتیبادی هایی که با نانو ذرات طلا کنجوگه شدن در این قسمت قرار گرفتن تا زمانی که نمونه روی اون اپلای میشه این آنتیبادی ها شسته بشن و به قسمت پد واکنش برسن. خب نمونه برای این کار ادرار هستش، ولی من اینجا از نمونه آب استفاده کردم و زمانی که نمونه رو در قسمت S یا سمپل اپلای میکنیم و قرار میدیم، میبینیم که یک جریانی از مایعات شروع به حرکت میکنه روی تستمون و در این تصویر کاملا مشخصه و میبینیم که یک حالت صورتی رنگی پیدا کرده این مایعاتی که دارن حرکت میکنن و اون هم به دلیل حضور نانوذرات طلا هستن که توی این سایز صورتی رنگ هستن. نانوذرات طلا در سایزهای حدوداً 5 تا 50 نانومتری صورتی تا قرمز رنگ هستن و دیدیم که یک خط فقط تشکیل شد. خب این یک خط هم همون خط کنترل هست و ما اون هورمونی که داریم دنبال اون میگردیم در اینجا وجود نداره، هورمونی که مربوط به حاملگی است و اسم اون HCG. و وقتی که باز میکنیم کیت رو میبینیم که مایع تا پد جاذب هم نفوذ کرده و پد جاذب تونسته کار خودش رو به درستی انجام بده. امیدوارم از این مطلب خوشتون اومده باشه. برای حمایت از کانال خودآزمون حتما کانال ما رو دنبال کنید و مطالب ما رو